در نخست سرخط خبرها، سفر استاد محمد کریم خلیلی به مناطق کیان، سرتقان، کیسوت، تیموران ولایت دایکندی. باشندگان این مناطق از سفر استاد خلیلی به گرمی استقبال کردند. افزایش بی سابقه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در سال جاری میلادی. به اساس این سروی، مجموع ساعت کشت کوکنار در افغانستان به 328,000 هکتار زمین را احتوا می کند که متاسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می دهد. نشست مشورتی شورای عالی سال با احزاب و جریان‌های سیاسی. څنګه کولای شو چې هم من ټول د افغانستان د ټولنې نهادونه، سیاسي احزاب، ځوانان، ښځې او اصناف دا څه چې دي، دوی رایه څنګه په دغه د ستراتیژي او په پالیسي کې او د سولې لپاره موږ ځان سره ولرو، د دوی مشورې ځان سره ولرو. و کودتای ارتش زیمبابوه علیه دولت این کشور. با تقدیم سلام و وقتتون بخیر و بسیار خبری ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 عقرب سال 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 15 نوامبر سال 2017 میلادی. مشروع خبرها، استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در ادامه سفرش به ولسوالی‌های دایکندی در مناطق کیان، سرتقان، ارگان، کیسوت، تیموران رفته و با مردم این مناطق از نزدیک دیدار و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش. استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به ادامه سفرش به ولسوالی‌های دایکندی در مناطق کیان، سرتیغان، ارگان، کیسه و تیمران رفت و با مردم این مناطق از نزدیک دیدار و گفتگو کردند. استاد محمد کریم خلیلی جمعه شب 19 عقرب وارد منطقه کیان از مربوطات ولسوالی خدیر شد. مردم کیان از سفر استاد خلیلی به این منطقه استقبال و از وی به گرمی پذیرایی کردند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در جمع مردم این منطقه از نقش مردم کیان در رشد شخصیت‌های سیاسی و تقویه جریان عدالت‌خواهی به نیکی یاد کرده و یاد مجاهدان و فرماندهان مقاومت عدالت‌خواهی را که بر رحمت حق پیوسته است، از آن جمله استاد مصطفی اعتمادی و استاد شهید موحدی را گرامی داشت. استاد خلیلی از مورخ نامدار و مجاهد استاد خادم حسین ناطقی شفایی نیز یاد کرد. پس از مراسم استقبال مردمی، استاد خلیلی و همراهانش در ضیافتی که از سوی حاجی سلطان کیان ترتیب گردیده بود اشتراک نمود. استاد محمد کریم خلیلی شنبه شب در هوای تاریک در محفلی که در منطقه سرتیغان ولسوالی کیتی از سوی جنبش جوانان حزب وحدت اسلامی دایر گردیده بود اشتراک کرد. مردم این منطقه نیز ساعتها در انتظار دیدار رهبرشان بودند. استاد خلیلی هنگام رسیدن به این منطقه با موجی از استقبال مردم روبرو شد. استاد خلیلی رئیس شورای عالی صلح در جمع مردم سرتیغان ضمن اظهار سپاس از حضور صمیمانه آنان از نقش مردم سرتیغان در مقاومت و دفاع از عزت مردم قدردانی نموده یاد شهدای آن دیار را گرامی داشت. استاد خلیلی با اشاره به اوضاع نابسامان فعلی از مردم خواست وحدت و همدلی خود را در تمامی عرصه ها حفظ نمایند. ایشان راه رسیدن به اقتدار و پیشرفت‌های بیشتر و موفقیت در برابر چالش‌های موجود را در سایه وحدت و همبستگی امکان پذیر دانست.
پس از این مراسم استاد خلیلی در جمعی از مردم منطقه ارگان رفت که از سوی مردم با ذبح گاو مورد استقبال قرار گرفت. استاد خلیلی در ادامه سفرش روز یک شنبه 21 عقرب وارد منطقه کیسو معروف به جنت الهزاره گردیده و از سوی مردم این منطقه مورد استقبال گرم قرار گرفت. استاد خلیلی رئیس شورای عالی صلح در جمع مردم کیسو ضمن اظهار سپاس از حضور آنان از فرصت پیش آمده برای دیدن مردم اظهار خرسندی کرد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در جمع مردم کیسو گفت آرزو دارد تا آخرین لحظات زندگی خود در خدمت مردم خود باشد. محمد طاهر صدیقی به نمایندگی از مردم کیسو به برخی از مشکلات منطقه خیش اشاره نموده از استاد خلیلی خواهان همکاری در جهت حل مشکلاتشان شد. استاد خلیلی با اشاره به اینکه هنوز مشکلات زیاده سر راه مردم وجود دارد از مردم خواست که وحدت و همدلی خود را در تمامی عرصه ها حفظ کنند. استاد خلیلی در پاسخ به تقاضاهای مردم منطقه کیسو گفت با تمام توان در خدمت مردم خود است و در جهت حل مشکلات آنان کوشش خواهد کرد. استاد خلیلی به مردم کیسو وعده داد که در راستای تکمیل شدن کار مسجد جامع بازار کیسو با مردم همکاری می کند. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در میان مردمان کیسو از درخشش علمی نسل جوان و توجه خانواده ها به فرستادن دختران و پسرانشان به مکاتب و دانشگاه ها اظهار خرسندی نموده از تمامی پدران و مادران که خود زحمت میکشند ولی فرزندانشان را برای کسب علم و دانش میفرستند اظهار سپاس کرد. همچنین استاد خلیلی و همراهان روز یکشنبه 21 عقرب به منطقه تمران رفت که از سوی مردم این منطقه با استقبال گرم مواجه شد. اساتید مکاتب، شاگردان، علما، متنفذین، زنان و مردان در این اجتماع پرشکوه فاصله طولانی را جهت استقبال از استاد خلیلی صف کشیده بودند. استاد خلیلی رئیس شورای عالی صلح در جمع مردم تمران ضمن گرامی داشت از شهدای دوران جهاد و مقاومت سرزمین دایکندی نقش مردم دایکندی را در جهاد و مقاومت بسیار ارزشمند و برجسته توصیف کرد. استاد خلیلی افزود فصل جدید ثمره حمایت جامعه جهانی و جهاد و مقاومت مردم افغانستان است. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در این مراسم به برخی از دستاوردهای فصل جدید از آن جمله به منظور شدن ولایت دایکندی، منظوری و شروع به کار سرک شمال به جنوب و سرک شرق به غرب و برخی موارد دیگر اشاره کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید امسال بعد دلیل ناامنی و کاهش حمایت‌های مالی کشت کوکنار و تولید تریاک به شکل بی سابقه افزایش یافت است. این وزارت با نشر سروی سال 2017 در مورد مواد مخدر گفت که امسال نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش را نشان می‌دهد. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که در سال جاری بیش از 328 هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9000 تریاک تولید شده است. افزایش بی سابقه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان. وزارت مبارزه با مواد مخدر با نهادهای مربوط دیگر امروز سروی جدیدی را در مورد کشت کوکنار و تولید مواد مخدر صورت گرفته است نشر کرد. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که امسال 328 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده و 9000 تن تریاک تولید شده است. به گفته وی امسال نسبت به سال گذشته کشت کوکنار 63% و تولید تریاک 87% افزایش را نشان می‌دهد. به اساس این سروی مجموع ساعات کشت کوکنار در افغانستان به 328 هزار هکتار زمین را احتوا می‌کند که متأسفانه 63% افزایش نسبت به سال 2006 را نشان می‌دهد.
در سال 2017 تخمین احتمالی تولید تریاک در افغانستان به 9000 متریک تن رسیده است که 87% افزایش را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. اوسط حاصلات تریاک 27.32 کیلوگرم فی هکتار تخمین شده است که 15% بیشتر نسبت به سال 2016 می باشد. دلایل افزایش تولید تریاک عبارت از افزایش کشت کوکنار و افزایش در حاصلات تریاک از فی هکتار زمین در سال جاری رونما گردیده است. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، بلند بودن تهدیدات امنیتی، موجودیت حلقات مافیایی، نبود حمایت مالی و تکنیکی کافی، کمبود نیروهای امنیتی، ضعف مدیریت مسئولین و کشت تخم اصلاح شده کوکنار را از عوامل داخلی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان خواند. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید پلیس مبارزه با مواد مخدر در نتیجه عملیات هایشان 2647 قاچاقبر بزرگ و کوچک را بازداشت کرده است. به گفته وی در بین قاچاقبران بازداشت شده 8 قاچاقبر بزرگ شامل است که در فهرست سیاه وزارت داخله قرار داشتند. مجموع ضربه وارد شده به قاچاقبران مواد مخدر به نرخ افغانستان به دلار آمریکایی در مجموع 350 میلیون دلار آمریکایی امسال به پیکر قاچاقبران مواد مخدر وارد شده که یک ضربه بسیار سنگین است. اگر ای از مرز امی محمولا خارج می شد ای باید ضربه ده شود که یک پول بسیار کلان است. بر اساس سروی جدید در سال 2017 از مجموع کشت کوکنار 97% کشت در زونهای جنوب، غرب، شمال و شرق کشور که دارای تهدیدات بالای امنیتی می باشند صورت گرفته است. مقام های حکومت می گویند که مخالفان مسلح دولت دهقانان را به کشت کوکنار تشویق می کنند. به گفته آنان مخالفان مسلح از درک کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر بخشی از نیازمندی هایشان را مرفوع می کنند. دامنه این تجارت سیاه اما پرسود به افغانستان محدود نمی شود، بلکه سلسله آن در کشورهای دیگر نیز رسیده است و بیشتر گروه های حراس افغان و مافیایی از آن سود می برند. چنانچه برخی مقام های اروپایی گفتند که گروه PKK در ترکیه نیز مواد مخدر را به کشورهای اروپایی قاچاق و از این درک پول هنگفت را برای تمویلشان به دست می آورند. به گفته مقامات قضایی آلمان و پلیس بین المللی انترپول 75% از مواد مخدر که در اروپا مصرف می شود در نتیجه فعالیت های قاچاقبران PKK ترکیه تدارک می گردد و این گروه مسیرهای مخفی انتقال مواد مخدر از افغانستان، پاکستان و ایران را تا ترکیه و اروپا در کنترل خویش دارند و از بازار فروش این مواد در کشورهای اروپای غربی سالانه 1.5 میلیارد دلار پول به دست می آورند. آگاهان امور به این باورند که مبارزه با این مافیای بزرگ مستلزم مشارکت همه اعضای جامعه ملل و به خصوص کشورهای تولید کننده و ترانزیت و مصرف کننده می باشد. حکومت به زودی نامزد وزیران جدید را برای اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی می کند. معاون سخنگوی رئیس جمهور با بیان این مطلب می گوید که حکومت تصمیم دارد تا نامزد وزیران جدید را در 4 قوس به ولسی جرگه معرفی کند. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه تاکید میکند که باید نامزد وزیران هرچی زودتر جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود. قرار بود 1.5 ماه قبل نامزد وزیران بیش از 10 وزارتخانه جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شود. اما بنابر دلایل این نامزد وزیران تا اکنون معرفی نشده است. معرفی نشدن این نامزد وزیران با واکنش تند نمایندگان مجلس روبرو شده است. هیئت اداری ولسی جرگه می گوید ادامه کار سرپرستان در وزارتخانه های کشور برای این مجلس قابل قبول نیست و باید به ادامه کار سرپرستان در این ادارات خاتمه داده شود. خب اولی که قسمی که شما شاهد آگاه هستی که 13 تن از کانی وزارات قبل معرفی شدن اسناد معرفی از و بر ما مواصلت کرده و یک تعداد اسناد تحصیلیشان تابعیت های دوگانه شان
نهایی نشده، ولی قرار است که یک سلسله تغییرات در اشخاصی که معرفی شده دوباره ایجاد شود تا باری کسانی که در ایواز کنده قبلی معرفی میشن به ما معرفی نشده، نظر به وعده وزارت پارلمانی قرار است تمام اسنادی که جدیدا معرفی میشن در مجموع در هفته پیشوی به ما موصلت کنه و هفته به چهارم قوس شامل اجناس شما میدانید که به طلب معرفی میشن. ارگ ریاست جمهوری اما میگوید که حکومت تصمیم دارد تا نامزد وزیران جدید را به تاریخ چهارم قوس برای اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. په تلسه وی د چې د لندې د میاشتې پر سلره منیټه چې د شنبه ورځ ده د پارلماني چارو وزارت نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور د رای د اخیستلو لپاره ور وپیژي. در حال حاضر بیشتر از 10 وزارتخانه از سوی سرپرستان اداره می شود که به باور برخی اعضای مجلس در روند کاری ادارات مشکلات ایجاد شده است. شورای عالی سال نشست مشورتی را با احزاب و جریان‌های سیاسی برگزار کرد. مسئولان شورای عالی سال هدف از برگزاری این نشست‌ها را بس روی مکانیزم گفتگوهای سال و در نظر گرفتن پیشنهادات جریان‌های سیاسی در گفتگوهای سال با مخالفین مسلح دولت می‌دانند. نمایندگان احزاب سیاسی ضمن استقبال از برگزاری این نشست تاکید کردند که شورای عالی صلح باید از یک موضع بی‌طرف و دور از حکومت با مخالفان مسلح وارد گفتگو شود. شورای عالی صلح به ادامه نشست‌هایش با احزاب، جریان‌ها و رهبران جهادی و سیاسی و نهادهای مدنی امروز نشست مشورتی را با شمار از احزاب و جریان‌های سیاسی در مقر این شورا برگزار کرد. در این نشست که برخی از مسئولان شورای عالی صلح و شماری از نمایندگان احزاب سیاسی حضور داشتند، نظریات نمایندگان احزاب سیاسی پیرامون چگونگی تأمین صلح در کشور مطرح شد. در این نشست حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح گفت که دانستن نظریات نهادهای مدنی، زنان، جوانان و احزاب سیاسی برای شورای عالی صلح ارزشمند است و به همین دلیل نشست امروزی برای بحث بر سر چگونگی رسیدن به صلح با نمایندگان احزاب سیاسی دایر گردیده است. و افزود که صلح خواست مشترک شهروندان کشور است، اما برای یافتن بهترین راه رسیدن به صلح باید نظریات اقشار مختلف جامعه شنیده شود. د صلح د عالی شورا د اوسنی استراتیجی په رڼا کې هغه چې دا موږ څنګه کولای شو چې هم موږ ټول د افغانستان د ټولنې نهادونه، سیاسی احزاب، زوانان، خزی او اصناف دا چې دی دوی رای څنګه په دغه د استراتیجی او په پالیسی کې او د سولې لپاره موږ ځان سره ولرو، د دوی مشورې ځان سره ولرو. دا مجلس دغه لپاره راټول شوی دی او بیا صلح مخالفینو ته اطمینان ورکو چې موږ د افغانستان د ملت خلک یو خلی یو، یو خبره یو، او هغه صحیح د سیاسي اختلافات بلرو. نمایندگان احزاب سیاسی در این نشست زحماتی را که شورای عالی صلح در این اواخر در راستای تأمین صلح در کشور متقبل شده قابل قدر دانسته اند. این نمایندگان احزاب سیاسی در عین حال تأکید کردند که شورای عالی صلح باید یک مکانیزم و خط مش مستقلانه و غیر جانبدارانه را برای پیشبرد روند صلح در کشور روی دست گیرد. حساسیت ها را ما او طرف بکنیم، تمکین بکنیم به واقعیت ها را بپذیریم. رای حل مشکل افغانستان شورای صلح باید جستجو بکنن، در یک مقیاس بزرگی فکر بکنن که طالب هم بپذیره او را. دولت افغانستان هم باید شورای صلح عرض بگذاره به نظریاتش. شمار دیگری از نمایندگان احزاب سیاسی به این باورند که طرفین درگیر جنگ ابتدا باید شروطشان برای گفتگوهای صلح را آماده و پیشکش نمایند تا اینکه این شروط مورد بحث قرار گرفته و سپس در راستای تأمین صلح گامهای عملی برداشته شود. اول باید شرایط باند فیصله سر وش چې کوم شرایط دوار طرفونه سره قانع کیږي چې مذاکرات شروع کړي، بعد غوډه نور خبرې خو بیا تفصیلی خبرې دی. موږ د حکومت طرف خپل موقف لري، هغه خپل موقف لري، څو پورې امکان دی پیدا شي چې دا سره د اختلافات سره حل شي او نتیجې ته سره ورسي. مطلق د سولې لپاره صادقانه پلان جوړ شي او دوی ته دا وړاندې شي او دوی دا باید مطمئن شي چې موږ سره رښتیا هم سوله کیږي. او په کابل کې دی دا
دا اعتماد پیدا شي دلته د حکومت په سطح دا اعتماد پیدا شي چې د طالبان مشران دلته راشي. پیش از این نیز نشست های مشورتی با احزاب و جریان های سیاسی، بزرگان جهادی و سیاسی، اقشار مختلف مردم و نهادهای مدنی در مورد چگونگی پیشبرد گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح از سوی شورای عالی صلح دایر شده بود. شورای عالی صلح پیش از این اعلام کرده بود که مشوره های احزاب سیاسی و نهادها می تواند در گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح مؤثر واقع شود. جلسه عمومی ولسی جرگه امروز به دلیل نبود آجندا برگزار نشد. برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که مدیریت نادرست هیئت اداری باعث شده است که جلسه عمومی برگزار نشود. هیئت اداری مجلس اما می گوید که به دلیل زیاد بودن کار در کمیسیون ها جلسه عمومی امروز برگزار نشده است. بیش از 1,500 دوسیه مختلف خشونت علیه زنان در سال جاری در وزارت امور زنان به ثبت رسیده است. مقام های وزارت زنان در مراسم تجلیل از روز جهانی محو و کاهش خشونت علیه زنان در کابل با بیان این مطلب می گوید نبود زمینه های تحصیلی، ضعف اقتصادی، حاکمیت عرف و عنانات ناپسند در کشور و ناآگاهی از حقوق زنان سبب شده تا خشونت علیه زنان در کشور هنوز هم به عنوان یک چالش جدی باقی بماند. در این مراسم معین این وزارت از ادارات دولتی خواست تا برای کاهش این پدیده در کشور با این وزارت همکار باشند. از هر چهار افغان یکی به دلایل مختلف یک بار در زندگیش بیجا شده است. دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان با بیان این مطلب میگوید جنگ های داخلی سبب شده تا تعداد زیاد از افغان ها به خارج مهاجر شوند و یا هم در داخل از مناطق اصلیشان آواره گردند. از سوی هم وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید هم اکنون 5,691,466 افغان در بیرون از کشور مهاجر و پناهنده هستند. و حالا هم در خارج از کشور، ارتش زیمبابوه امروز اعلام کرد که قدرت را از رابرت موگابه رئیس جمهور این کشور گرفته است. یک شاهد در پایتخت زیمبابوه بر رسانه ها گفته است سربازان و موترهای زیرهی سرک های منتهی به دفاتر اصلی دولتی را مسدود کرده جلو ورود به پارلمان و دادگاه ها در مناطق مرکزی شهر را گرفته اند. رئیس ستاد لوجستیک ارتش این کشور در تلویزیون دولتی گفته آنها تنها به دنبال جنایتکاران هستند که در اطراف رئیس جمهور جمع شده و مشغول دست زدن به جرم و جنایت های هستند که مشکلات اجتماعی و اقتصادی را به بار آورده است. و گفته وی هدف آنها از گرفتن قدرت محاکمه کردن این افراد است. این جنرال می گوید که پس از آن که ماموریت آنها به پایان برسد شرایط به حالت عادی باز خواهد گشت. و گفته مقام های ارتش این کشور رئیس جمهور 93 ساله و خانواده او در سلامت و امنیت هستند. رابرت موگابه از سال 1987 بدین سو رئیس جمهور زیمبابوه هست. یک مرد مسلح در شمال ایالات کالیفرنیای آمریکا دو تن از همسایگان خود را کشت. پلیس میگوید دوربین های مدار بستن نشان میدهد که فرد مهاجم قصد ورود به یک مکتب را در نزدیکی محل سکونتش داشته، اما نگهبانان این مکتب راه های ورود را بسته و جلوه او را گرفته اند. گزارش را که در این حادثه دو تن کشته شدند و ده تن دیگر هم زخم برداشته و پلیس هم موفق شده فرد مهاجم را از پا درآورد. مهاجم در مجموع حدود 45 دقیقه مشغول تیراندازی به مردم در این نقاط مختلف بوده تا در نهایت نیروی پلیس به موتر وی حمله کرده و این فرد را با شلیک گلوله از پا درآوردند. هویت فرد مهاجم هنوز مشخص نشده، اما پلیس این منطقه میگوید فرد گذشته با انجام یک حمله متهم شده بود. مادر مهاجم گفته که فرزندش با همسایگان اختلافات طولانی داشته است.
یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته در قطعنامه تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در این قطعنامه 5 صفحه‌ای که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 83 رای موافق، 30 رای مخالف و 68 رای ممتنع به تصویب رسید، از تداوم نقض آزادی‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی، تبعیض سازمان یافته دولتی علیه اقلیت‌ها، آمار بالای اعدام‌ها و وضعیت بد زندان ها، شکنجه و بازداشت های خسرانه در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه با عنوان وضعیت حقوق بشر در ایران توسط کانادا ارائه شد. نماینده کانادا تاکید کرد که این پیشنویس با همکاری دیگر کشورها تهیه شده تا با تشدید فشارها بر ایران این کشور متقاعد شود که تعهدات بین المللی خود را اجرا کند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد ضمن انتقاد از این قطعنامه استانداردهای دوگانه و تبعیض آمیز را جزء جدایی ناپذیر سیاست های خارجی کشورهای همچو کانادا دانسته است. بینده های ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی این بسته خبری. سپاسگزار از این که با نگاه هستید. وقت بخیر. خدا نگهدار.